مصاحبه با دکتر جو ویتالی توسط کوری باسارابا قسمت دوم. کوری اخیراً فرصتی دست داد و ویدئوهای سمینار مشترک تو و دکتر هولن رو دیدم. دیدن نحوه آموزش او و نحوه تعامل تو با او و همچنین تجربیاتتان واقعاً شگفت انگیزه. یکی از کارهایی که من و تو اخیراً انجام دادیم فرستادن یک پرسشنامه به اعضایمان بود تا ببینیم آنها در این باره چه سوالاتی دارند. بعضی از این سوالها الان اینجاست. در جواب ایمیلمان سیلی از پاسخها به سوی من سرازیر شده و افراد سوالهای خیلی خوبی پرسیدند. چون این سوالات به خود ما در درک این روش کمک می‌کند. این روش در ابتدا واقعاً ساده به نظر می‌رسید. افراد می‌توانند این چهار جمله را در اینترنت بیابند یا از طریق کتاب به آنها دست پیدا کنند و شروع کنند به اعدای آن. آیا واقعاً به همین سادگی است؟ از یک لحاظ بله، به همین سادگی است، اما از بُعد دیگر در کنار این جملات به کمی آموزش نیاز هست. این آموزش‌ها به ما در بکارگیری جملات کمک می‌کنند. پس اجازه بدهید به چند مورد از سوالاتی که دریافت کرده ایم بپردازیم. عده زیادی مشتاقند در مورد تجربه شخص تو از هوپونوپونو بدونن. آیا می توانی مثال هایی از تغییراتی که در زمان استفاده از این روش در خود دیده ای بیاوری؟ جو: بله، کار خیلی آسانی است چون تعداد تغییرات زیاد هستند. در نظر داشته باشید که من الان همه روزه این کار رو انجام می دم. همه روزه و 24 ساعت شبانه روز. تکرار این جملات آنقدر به صورت خودکار در آمده که در خوابم هم صورت می گیرد. پس به عبارت دیگر این چهار جمله حتی در این لحظه هم در حال ادا شدنند. من در حالی که داریم با هم صحبت می‌کنیم هم پاکسازی می‌کنم. این کار چه تأثیری دارد؟ اول از همه این کار آرامم می‌کند. من با این کار تا جایی که می‌توانم تمام برنامه‌ریزی‌های گذشته را از بین می‌برم یا از خودم دور می‌کنم. برنامه‌ریزی واژه‌ای است که دکتر هولن برای اشاره به باورها، افکار منفی، گره‌های انرژی که در گذشته شکل گرفتند، انواع اشکال افکار و خلاصه هر چیز مشابهی که جلوی حضور ما در این لحظه و در این مکان را می‌گیرد و مانع آرامشمان می‌شود، به کار می‌رود. همچنان که پاکسازی می‌کنم، هرچه بیشتر این لحظات سرشار از هیجان را تجربه می‌کنم. توصیف برخی از این تغییرات دشوار است چون جو سابق کاملا درگیر روزمرگی بود، درگیر هر آنچه که با آن دست و پنجه نرم می کرد، درگیر چالش ها، فرصت های پیش رو، مشکلات موجود و اتفاقاتی که رخ می داد و بیشتر رفتار تیپ الف رو از خودش نشون می داد. یعنی تمام تلاشش رو می کرد تا بر مسائل چیره بشه. این روزها اوضاع بسیار آرام‌تر است. یک مثال روشن که فکر می‌کنم مربوط به 6 سال پیش است. زمانی که در اولین کارگاه دکتر هولن شرکت کردم، بدنم داشت به عفونت مجاری ادراری مبتلا می‌شد. احساس می‌کردم عفونت دارد وارد بدنم می‌شود. در سفر خارج از شهر و هر جایی استرس زیادی داشتم. من داشتم کاری را انجام می‌دادم که هیچ قطعیتی در آن وجود نداشت. خیلی استرس داشتم. احساسات زیادی که همه با عدم قطعیت سر و کار داشتند. حس می کردم عفونت مجاری ادراری دارد آرام آرام در بدنم رخنه می کند. با خودم گفتم بگذار از این 4 جمله استفاده کنم. بنابراین در حالی که آگاهانه به شرایط جسمی هم فکر می کردم، شروع کردم به گفتن متاسفم، لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم و متشکرم. در حالی که آگاهانه به شرایط جسمی هم فکر می کردم و روی آن متمرکز بودم، عفونت دور شد. حل و ناپدید شد و دیگر کاری نکردم. نه داروی خوردم، نه به پزشکی مراجعه کردم، نه به بیمارستان رفتم و نه آب فراوان نوشیدم. ساده ترین کارهایی که هر فردی، حتی خود شما نیز در چنین شرایطی انجام می دهید، انجام ندادم. فقط کاری را که در محدودیت 0 یاد گرفته بودم انجام دادم. این یکی از اولین کارهایی بود که با کمک هوپونوپونو به انجام رساندم.
بعد به مرور در هر مسئله‌ای که پیش می آمد از این روش استفاده می کردم. فکر می کنم در این باره در محدودیت صفر نوشتم. من ایمیلی از دوستی دریافت کردم که بیش از اندازه از دستم عصبانی بود. علتش یادم نیست، اهمیتی هم ندارد. این بخشی از نکته نهفته در پاکسازی است. حتی مهم نیست گره ها از کجا نشأت می گیرند. تنها کاری که باید انجام بدهید این است که وقتی بیرون می آیند پاکشان کنید. پس من هم به جای اینکه مثل گذشته جواب طرف مقابل را بدهم، او را روشن کنم، خودم را جای او بگذارم، از موضع خودم به قضیه نگاه کنم، متقاعدش کنم یا تمام تلاشم را بکنم تا آرامش کنم، پاکسازی کردم. کارهای سابق را انجام ندادم. هیچ کدام از آنها را نشستم و هوپونوپونو کردم. دوستت دارم. لطفاً مرا ببخش. متاسفم. متشکرم. به او فکر می کردم و این جملات را آنقدر در دلم می گفتم که به آرامش می رسیدم. بعد به کارهای دیگرم پرداختم. وقتی به ایمیلم نگاه کردم پیام دیگری از آن فرد دریافتم. دیدم که در آن به خاطر ایمیل قبلیش که جوابش را نداده بودم عذرخواهی کرده بود. گویی مشکلات بدون اینکه تلاش بیرونی برای حلشان بکنم یکی پس از دیگری برطرف می شدند. چند اتفاق مهمم افتاد. کوری، چه مثالهای فوق‌العاده‌ای و همانطور که خودت گفتی مثالهایت این سوال را می طلبد. دیگر چه چیزهایی با این روش ممکن است؟ اگر با این روش ساده می شود این کارها را کرد، پیام نهفته در پس آن چیست؟ چقدر هیجان انگیزه؟ پس اون تجربیات باعث شدن به این روش ایمان بیاری و به تو انگیزه دادن تا آن را هرچه بیشتر امتحان کنی و از آن بیشتر و بیشتر استفاده کنی. حالا این روش را به عده زیادی آموزش داده ای. آیا شده شاگردانت یا افراد دیگری بیایند و داستانهای مشابهی از موفقیت یا تغییرشان برایت تعریف کنند؟ داستانی که تأثیرگذاری این روش را نشان دهد؟ جو، بله، صدها و بلکه هزاران بار من تقریبا هر روز داستانهایی از افراد دریافت میکنم و همینطور دستیارانم. وقتی برخی از ایمیل هایم را چک میکنن نمیرسم همه داستانها را بخوانم. یکی از داستان‌هایی که بلافاصله به ذهن آدم خطور می‌کند، داستان پزشکی است که برادر دوقلویش به طور ناگهانی بیمار می‌شود و می‌میرد. از آنجا که آنها دوقلو بودند، می‌توان حد زد در ادامه ماجرا چه اتفاقی می‌افتد و شخص نویسنده چطور با درد از دست دادن عضوی از خانواده‌اش، برادر دوقلویش روبرو می‌شود. دردهایی که احساسات متعددی را با خود به همراه دارند، احساساتی نظیر شاید بعدی من باشم. نویسنده این داستان با ترس و اندوه فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد و در دوران افسردگی شدیدی به سر می‌برد که با محدودیت صفر آشنا شد و با هوپونوپونو روبرو شد. او به شدت ناراحت بود، پس تصمیم گرفت کاری بکند. شروع کرد به پاکسازی و تا آنجا که می توانست درباره اجرای تمرینات هوپونوپونو برای برطرف کردن اندوهش آموخت. او به زودی مشکل را برطرف کرد، تا جایی که توانست به فرد شاد و آنچنان قدرتمندی تبدیل شد که توانست سر کار برود. رابطه او و سلامتیش در شرایط فوق‌العاده است. در واقع او بیشتر از اینها از طریق هوپونوپونو بر روی سلامتیش کار می کند. این موفقیت حاصل استفاده او از هوپونوپونو بود، نه رنج و غم او و از دست دادن پاره تنش. من به این مسئله اطمینان دارم چون او به هر دری زد تا من را پیدا کند. به من ایمیلی فرستاد و در آن از من خواست که با او قراری برای صحبت تلفنی بگذارم. من تلفنی با او صحبت کردم و او به مدت 1 ساعت از من به خاطر آنچه که توانسته در درونش انجام بدهد و خودش را شفا بدهد تشکر می کرد. خب، این تجربه‌ای در باب اندوهی بزرگ بود. من سالها پیش همسرم را از دست دادم. می دونم چنین غمی چقدر عمیقه و می تونه بر روی زندگی فرد چقدر تأثیر بذاره. اما این مرد این روزها را با موفقیت پشت سر گذاشت و خودش را به خوبی شفا داد. افرادی هم هستند که برای مسائل دیگه هوپونوپونو میکنن. افرادی رو میشناسم
که برای رونق کسب و کارشان هوپونوپونو میکنن. داستانهایی از افرادی شنیدم که در خصوص ترسشان راجع به پول، افت درآمد یا احتمال شکست کسب و کارشان به تمرینات هوپونوپونو میپردازن. معمولاً ماجرا از این قرار است که افراد شروع میکنن به انجام هوپونوپونو و بعد سراغ من میآیند و از بهبود کسب و کارشان میگویند. اما نکته اینجاست که این افراد در عمل برای بهبود کسب و کارشان کار خاصی انجام نمیدهند. اگر از من راهنمایی میخواستند به عنوان یک کارآفرین در چنین شرایطی به آنها پیشنهاد میکردم چند آگهی تبلیغاتی بدهند. از طریق ایمیل و پست مستقیم کارشان را تبلیغ کنند و از این قبیل کارها. اما آنها هیچ کدام از این کارها را انجام ندادند، بلکه فقط با استفاده از روش شفابخشی هوپونوپونو روی خودشان کار کردند، روی احساسشان در مورد رابطهشان با پول و کسب و کار. در نتیجه بدون استفاده از روش‌های مرسوم بازاریابی که اگر از من می‌پرسیدند شخصاً به آنها پیشنهاد می‌کردم، توانستند کسب و کارشان را رونق ببخشند. همیشه مسئله ارتباط است. همیشه این را از افراد می‌شنیدم. از سمینارهایی که من و دکتر هولن با هم برگزار می کردیم گفتی. شاید آخرین سمیناری که محدودیت 0-3 نام داشت بهترین آنها بود. نمیدانم چرا، اما گویی یکی بود. همه چیز به خودی خود جور می شد و ما می توانستیم به افراد زیادی دست پیدا کنیم که برخواستند و از داستانهایشان برای من گفتند. به یاد می آورم زنی در مورد رابطهش با خواهرش می گفت. او می گفت تا کنون چنین رابطه‌ای با او نداشته. آنها هیچ وقت با هم کنار نمی آمدند و مدام در حال دعوا بودند. اما این زن هوپونوپونو را یاد گرفته بود. او قبلاً روبروی خواهرش می نشست و از زمین و زمان گله می کرد. قطعاً این کار هر دوی آنها را به نابودی می کشند. اما حالا که هوپونوپونو را یاد گرفته، وقتی روبروی خواهرش می نشیند، آن چهار جمله معروف را می گوید و می بیند خواهرش آرام شده، تغییر کرده و به آرامش دست پیدا کرده است. دیگر خونش به جوش نمی آید و آنها دیگر مثل مرغ و خروس به هم نمی پرند. داستان‌ها همینطور ادامه دارند. مسائلی که افراد در مورد آنها هوپونوپونو می کنند بسیار جالبند. یک بار معلمی به من گفت که در کلاسش در مورد دانش آموز به خصوصی هوپونوپونو می کند. فکر می کنم مقطع دبیرستان بود. مطمئن نیستم. آن دانش آموز خجالتی بود. در بحث‌های کلاسی شرکت نمی کرد و مدام خودش را عقب می کشید. معلم به جای اینکه مستقیماً روی او کار کند، فقط در قسمت جلوی کلاس می نشست و کار همیشگیش را انجام می داد. به اضافه اینکه هر وقت به آن دانش آموز فکر می کرد، هوپونوپونو می کرد. او می گفت آن دانش آموز به مرور در کارهای کلاسی مشارکت می کرد. مدام دستش را بلند می کرد، تمرینها را حل می کرد و استعدادش شکوفا شده بود. معلم می گوید تنها چیزی که می تواند این مسئله را به آن ارتباط بدهد کاری است که در درونش با آن جملات و با هوپونوپونو کرده بود. کاری این داستان ها فوق‌العاده اند و فکر می کنم مردم باید اونها رو بشنوند، چون مطمئنم اکثر اونها وقتی هوپونوپونو رو به اونها معرفی کردی متوجه شدن که نتیجه تأثیر اونو اتفاقات سرنوشت‌ساز حاصل از اون دقیقاً مد نظرشون بوده. ما در روابطمون به دنبال آرامش هستیم. میخوایم این دست مسائل رو جذب کنیم. خواسته های فراوانی داریم و گاهی از ایمان داشتن به چیزی میهراسیم، چون با خودمون میگیم اگه جواب نده چی میشه؟ اگه موفق نشم چی میشه؟ من فقط میخوام مردم این داستانها رو بشنون تا بدونن که این اتفاقها به ندرت پیش نمیاد، بلکه داستانهای فراوانی در این باره وجود داره. چیزی که به اون فکر میکنید برای این افراد کاملا جواب داده. من اخیراً خیلی در مورد این مسئله فکر میکنم. هر کسی که در مسیری معنوی قرار داره یا به نحوی سعی میکنه شرایط زندگیش رو بهبود ببخشه، اگر با روشی مثل هوپونوپونو روبرو بشه و در اون تعامل بکنه خوش شانسه، چرا که این روش واقعا موثره. میدونید
من این اتفاق رو به فال نیک میگیرم و اون رو هدیه ای میدونم که واقعا مفید و تاثیرگذاره. جو، تمام ماجرا هم همینه. لطفاً اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، همین حالا این کار رو بکنین. سپاس از محبت شما. دکتر هولن قصد داره بازنشسته بشه. بنابراین تقریباً دیگه به سفر نمیره. سمینار هم برگزار نمیکنه. به همین خاطره که آخرین سمینار مشترکمون یک هدیه خاص محسوب میشه. من تجربه اون آخر هفته رو مدام در ذهنم مرور میکنم. یک روش خیلی ساده، مستقیم و نتیجه محور. ذهن کارآفرینی من باعث میشه در امور معنوی هم انتظار نتیجه داشته باشم و نتیجه بخش بودن یکی دیگه از دلایلیه که من رو انقدر جذب این روش میکنه. کوری: بله، واقعا هم افراد از این روش جواب میگیرن. خودت هم جواب گرفته ای و عده زیادی هم برات ایمیل فرستادن و سوالاتی در مورد تجربت با این روش پرسیدن. سوالهای بسیاری در مورد استفاده از هوپونوپونو برای گرفتن نتایج به خصوص. به عنوان مثال، بهترین و تاثیرگذارترین روش برای استفاده از هوپونوپونو برای خلق ثروت چیه؟ جو: میتونم به این سوال جوابهای بیشماری بدم. به عقیده من، اولین چیزی که افراد باید در رابطه با هوپونوپونو بدونن اینه که اساس این روش حل مسائل در درونتونه، نه تغییر دادن چیزی در بیرون. هر وقت افراد به بیرون نگاه میکنن و میگوین که باید رابطه تان را عوض کنید چرا که از فرد مورد نظر خوشتان نمیآید، یا شرایط مالی تان را تغییر بدهید چون چندان جالب به نظر نمیآید، بدانید که از دید هوپونوپونو این زاویه دید اشتباه است. زیرا آنچه باید بدان نگاه کنید ترستان از شرایط مالی است. تمرکز روی این مسئله قطعاً دلیلی دارد و در اکثر موارد علت آن چندان هم خوشایند نیست. شما روی این شرایط تمرکز کرده اید چون نگران اون هستید. هدف هوپونوپونو کمک به شما در حل نگرانی و دغدغه است. هر وقت به نظر میاد که اون بیرون مشکلی پیش اومده، هوپونوپونو مثل چوب جادویی عمل میکنه که از جعبه جادویتان در میاد و خودتون رو با اون نجات میدین. اتفاق زیبایی که میافته از این قراره. وقتی به اون حس نگرانی درونتون میپردازید، مشکل برطرف میشه. بعد از اون همه توضیحات مفصل فلسفی در مورد اتفاقاتی که راجع به ثروت میفته و خودم هم اون رو تجربه کردم، باید بگم که در بحث پول و جذب فراوانی اتفاقها کاملا معجزه آورند. انجام هوپونوپونو تا حد زیادی به خاطر سالهای طولانی که آن را تکرار کردم رفته رفته برام آسانتر و آسانتر می شد. من در حین این تمرین بر بیرون تمرکز نمی کنم، بلکه تمرکزم بر درون است. بارها دیدم که دکتر هولن به راحتی پول خرج می کند. یک بار با هم برای صرف نهار بیرون رفته بودیم و اطراف همین شهر خودمان در تگزاس قدم می زدیم. وارد مغازه کوچکی شدیم و او مقداری خرت و پرت برداشت و 20 دلار به صندوقدار انعام داد. کارش خیلی عجیب بود. ما در رستوران نبودیم که او برای پیش خدمتی که سرویس می‌دهد انعام بگذارد، بلکه آن شخص متصدی یک فروشگاه عمده فروشی بود و دکتر هولن از او چند چیز کوچک خریده بود و حالا داشت یک اسکناس 20 دلاری انعام می‌داد. آن زن حتی نمیدانست چه عکس العملی باید نشان بدهد و با آن پول چه کار کند. واقعا جالب بود. دکتر هولن در حالی که لبخند میزد به من نگاه کرد و گفت: جهان هستی اون رو به من برمیگردونه. این سیاره مملو از ثروته و این فقط تلقین نیست، بلکه یک روش زیستنه. این نگاه دکتر هولن به جهان هستی است. پس ثروت همین الان هم وجود داره. وقتی به بیرون نگاه میکنیم و اون رو نمیبینیم، باید دیدمون رو پاک کنیم، باید فهممون رو از واقعیت پاک کنیم و با خودمون این فکر رو نکنیم که خدایا پس پول و ثروت کی به سراغ من میاد؟ پول کی به دستم میرسه؟ سرمایه کی به سمتم میاد؟ وقتی این مسئله رو واقعا پاک میکنید، به بیرون که نگاه کنید میگویید: خدای من، این همه ثروت همه جا پراکنده است.
فرصتها رو ببین، پول رو ببین که از هر طرف به سمتم میاد. تفاوت بین این دو حالت بسیار زیاد است، اما با این تفاوت که پاکسازی برداشتمان از دغدغه مالی در نهان به وسیله هوپونوپونو آغاز می شود.